هفته گذشته گفتاری را آغاز کردم درباره داستان یا تاریخ نگاری و تاریخ سازی در اسلام، و وعده دادم که این کار رو دنبال کنم، این سخنان رو با شما پی بگیرم. امروز میخواهم در همین راستا پیرامون این پدیدهی به نام سید با شما سخن بگویم. سید که در فرهنگ ما، در کشور ما، در گذشته و گذشته دور و گذشته نزدیک و امروز با اون سرکار داشتیم، و به ویژه در این 40 سال که دیگر ما انقدر سید به ما خوراندند که شمار امامزاده هایی که در پایان دوره پادشاهی محمد رضا شاه در دوران پهلوی به 1000 هم نمی رسید، امروز به 15000 رسیده و از گوش و کنار ایران سید سبز می شود. شاید این پرسش برای شما پیش بیاید که چرا برخی کوشش می کنند این شجره نامه یا تاریخچه زندگی درست کنند و خودشان را سید بدانند. خب جدا از این که در یک فرهنگ اسلامی شیعی سید بودن دارای جایگاه ویژه‌ای است، به ویژه اینکه رنگ عمامه شما را اگر آخوند باشید تعیین می‌کند، آخوند عمامه سیاه نشانی بر سید بودن است. بگذاریم که بسیاری از کسانی که آخوند هم نیستند یک شال سبزی، رنگ سبزی یا چیزی سبز رنگ به خود آویزان می‌کنند یا بر کلاه خودشون می آویزند. در گذشته این بوده، امروز همچنین است. اما این سید بودن درآمد داشته، جایگاه داشته. در این زندگی نامه زنده یاد احمد کسروی که من بازبینی و بازسازی کردم و اون رو به چاپ رساندم به نام زندگی و زمانه احمد کسروی، برگی هست درباره اون دورانی که او در دماوند رئیس عدلیه بوده، اون زمان میگفتن عدلیه، دادگستری بوده، و در اون هنگام با آدمی روبرو میشود که به نام سید یک پروانه داشته، یک سند داشته، یک نامه داشته از نخست وزیر کشور یا از وزیر در اون هنگام. سالیانی پس از اون هم نامه هایی رو در روزنامه پرچم او به چاپ رساند از کسانی که از سوی وزیران نامه داشتن، از سوی دولتیان نامه داشتن که این آقا سید اولاد پیغمبر است و به او یاری برسانید. جدا از کسانی که این گونه نامه هایی داشتن، در شریعت شیعی، در آیین شیعی، بخشی از خمس یا سهم امام از آن سید هاست، اولاد پیغمبر. بنابراین کسانی که سید شناخته می شدند، اولاد پیغمبر به شمار می آمدند، اینها درآمد داشتند. بسیاری از اینها نیازی به کار نمی داشتند و از راه این سید بودن زندگی می کردند. بنابراین پرونده ساختن و خانواده ساختن و شجره نامه درست کردن برای سید شدن که در ایران بسیار بسیار گسترده بوده، تنها برای خوشنام کردن خود نیست، بلکه راه درآمدی هم در گذشته بوده. اما بسیار جالب است که خدمت شما بگویم که این سیدسازی تنها در چارچوب ایران نیست، حتی در میان ترکمنها سید و بیک و میر دارند و اینها هم دارای جایگاه ویژه‌ای هستند. اینها از میان آدمهای شریف یا آدمهای اشراف این دسته های ایلی به شمار می آیند. حالا چگونه ممکن است آدمی از آسیای میانه به خراسان آمده باشد و اولاد پیغمبر اسلام هم در حجاز بوده باشد؟ اینها رو دیگر اینها می دانند و خدای ایشان. اما این افسانه ها رو ساختند و پرداختند و در کشور ما هم شمار این سیدها خیلی زیاد است. چند سال پیش یکی از دوستان من، اون زمان با هم دوستی داشتیم، از روشنفکران سیاسی، از آدمهای سکولار، یک نامه سرگشاده‌ای نوشت به روحانیان
تراز اول یا روحانیان برجسته قوم در واکنش به جنبش 88، جنبشی که به دنبال این تقلب انتخاباتی به وجود آمد. و در این نامه‌ای که به روحانیان نوشته بود، افزون بر اینکه نام خودش رو آورده بود و حرفه خودش رو در پیش نام خودش آورده بود، سید رو هم که بر روی پدر او هم گویا سید بوده، این رو هم استفاده کرده بود. دیداری با او داشتم چندی پس از این نامه و از او این رو پرسیدم که چرا شما خودتون رو سید اعلام میکنید؟ این مگر نه این است که یک گونه تبعیض به شمار میآید و شما خودتون رو برتر از دیگران به شمار میآورید؟ افزون بر این که معلوم نیست که شما به راستی اولاد پیغمبر بوده باشید. پاسخ او این بود که کشور ما کشوری است اسلامی و شیعی و سید بودن که در خاندان من وجود می داشته به سود جایگاهی است که من در سیاست به دنبال اون هستم. و به راستی هم چنین است. یک نوع فرصت طلبی، یک نوع جستجو برای یافتن یک جایگاه دروغین، جایگاهی که بنا نیست ما در میان آدم ها داشته باشیم. جالب این است که پیام اسلام در آغاز کار این بوده که همه انسان ها برابرند. بلال حبشی با پیامبر اسلام برابر بوده، اما فرزندان دختر پیامبر اسلام، یعنی فرزندان فاطمه و فرزندان همسران دیگر علی ابن ابی طالب، اینها همه سید هستند. فرزندان علی و فاطمه، آنهایی که از حسن و حسین به جای ماندند، البته بیشتر از حسین، حسین و حسن هر دو از راه امام سجاد، حسین فرزند حسین، امام حسین، اینها سیدهای حسینی و حسنی هستند، سیدهای حقیقی هستند. اونهایی که از همسران دیگر علی ابن ابی طالب، از فرزندان پسر زیادی که او می‌داشته، از اونها باقی ماندند، اینها سیدهای حقیقی نیستند، اینها علوی هستند. به اینها میگفتن علوی ها. و این علوی ها و سیدها، هر دو، هم اونهایی که از خاندان فاطمه به شمار می آیند و هم اونهایی که علوی بودند، هر دو در درازای تاریخ به جایگاه بلندی رسیدند. به نام علوی بودن یا سید بودن، ما خاندان مرعشیان رو در مازندران، دولت مرعشیان رو در مازندران داریم که اینها خاندان علوی بودند. حکومت ادریسیان رو در مراکش داریم که اینها از خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه بودند. فاطمیان مصر، اینها خودشون رو سید می دانستند. اما همین فاطمیان مصر که پیروان اونها در ایران اسماعیلیان بودند، اینها رو شیعیان 12 امامی قبول نداشتند. فاطمی بودند، سید بودند، سید علوی هم نبودند، سید اولاد علی ابن ابی طالب و فاطمه بودند. بر پایه داستان سرایی های دروغین تاریخ یا راستین، شاید نمیدانیم، ولی بر روی این درگیری ها در درازای تاریخ وجود می داشته. این سید بودن، جدا از این که در دوران مدرن یک پدیده‌ای بوده برای اینکه آدم ها خودشون رو برتر از دیگران بدانند، نشانه های زیادی هم از دروغ پردازی در این زمینه در درازای تاریخ و در دوران کنونی هم وجود داره. صدرالاشراف که آدم بسیار بسیار نام‌آوری در تاریخ مدرن ایران به شمار می آید، مستنطق باغ شاه بود، آدمی است که در بسیار او رو متهم می کنند به اینکه در کشتن آزادی خواهان در باغ شاه پس از به توپ بستن مجلس جایگاه بازپرس رو داشته. خود او انکار کرده این موضوع رو. آدمی که از محلات برخواسته بود، خویشاوندی دوری هم با خانواده ما دارد، این صدر اشراف محلاتی، خود او که او رو سید میشناختند، خود او گفته که ما
هیچ گواهی بر این که این خاندان ما درست بوده باشد در دست نداریم. یه چیزی درست کردن تا 200 سال پیش، تاریخچه درست کردن از خانواده تا 200 سال پیش، پس از اون هم ما نمیدانیم تا چه اندازه این داستان ها درست باشد. این صدر الاشراف است، آدمی که بارها وزیر بوده، در دورانی نخست وزیر بوده، آدمی که در به دادگاه کشاندن احمد کسروی جایگاه برجسته‌ای داشته، آدم بسیار بسیار مذهبی و آدم مورد اعتماد دولت پهلوی، پهلوی اول و محمد رضا شاه هر دو. ولی همین آدم که آدمی است بسیار با دانش در دوران خود، چیره بر قانون و آدمی که به هر روی درس دینی تا اجتهاد خوانده بوده، خود او میگوید این سید بودن او و دیگر محلاتی ها شاید ساختگی بوده باشد و درست هم همین است. در سفرنامه های کسانی که در 300 سال گذشته در دوره قاجار به آن سوی به ایران آمدند، اروپایی هایی که به ایران سفر کردند، در سفرنامه های برخی از اونها آمده که با آدم های دیدار کردند که اینها نام فردی رو که یکی از اونها میگوید 17 بار دفن شده، یعنی آدمی که سید بوده ظاهرم و در 17 امامزاده او رو دفن کردند، یعنی دست کم 16 امامزاده به دروغ او رو دفن کرده، شاید هم 17 امامزاده او رو به دروغ به خاک سپردن، ولی دست کم در یکی از این سفرنامه ها آمده که یکی از آدم هایی که بسیار سرشناس بوده، آدم برجسته دینی بوده و از کسانی است که یکی از این امامزاده ها رو اداره می کرده، به یکی از این سفرنامه نویسان گفته که من 17 امامزاده رو می شناسم که این آدمی که اینجا به خاک سپرده شده بناست در اونجا هم به خاک سپرده بشود. هم از این روز که در این سالهای گذشته شمار امامزاده ها در ایران به 15,000 تا رسیده، یعنی ساختند به دروغ. و از این گونه سید سازی ها در تاریخ ایران بسیار بسیار زیاد بوده. اصلا این سید از کجا آغاز شده؟ سید در زبان عربی یعنی آدم والا، آقا. واژه ای است که من به اتیمولوژی یا ریشه زبانی اون نمی پردازم، از واژه دیگری برخواسته، شاید در برنامه آینده به اون بپردازم، اما نمی خواهم شما رو گرفتار و سرگرم واژه ها بکنم. سید و جمع اون سادات، البته سادات درست این است که جمع سید نیست، جمع واژه دیگری است، ولی به هر روی به عنوان جمع سید شناخته شده. در آغاز این گونه که اسناد نشان می‌دهد، نامی است که بر بازماندگان هاشم، امرالعلا معروف به هاشم، نیای پیامبر اسلام گذارده بودند. آن گونه که در تاریخ ها آمده، چه بسا با گزافه‌گویی، او از کسانی بوده که کلیددار خانه کعبه بوده. در اون هنگام خانه کعبه خانه خدا به شمار نمی آمده، خانه خدایان بوده و تندیس های زیادی در اونجا وجود داشته، اما از سوی قبایل عشایر عرب به عنوان یک جایگاه بسیار مهم شناسایی شده بوده. و اینها، این خاندان هاشم و پدر او و فرزندان او، کسانی بودند که در مکه جایگاه برجسته‌ای داشتند و گویا عرب ها از این رو که هاشم میزبانی میکرده از اونها و به کسانی که میرفتند به مکه رسیدگی میکرده، او رو سید میخواندند. و این اون است که گویا بنا شده که به نسل هاشم یا بنی هاشم سید بگویند. این بنی هاشم هم شاخه‌ای است در میان قریش در برابر بنی امیه.
اینا عموزاده هستند، خیشاوند هستند و این دعوای تاریخی شیعه و سنی هم بین عموزادگان هست. سیدهای حقیقی بناست که پس از اینکه این سنت تاریخی به پیامبر رسیده از علی آمده باشند، علی ابن ابی طالب از همسر نخست و همسر او یعنی فاطمه دختر پیامبر اسلام، آنهایی که از این خاندان به جای ماندند از امام حسن و امام حسین، اینها بنا سیدهای راستین باشند و این سیدها جایی در تاریخ بنا بوده داشته باشند که هیچ کس نمیتوانست گزندی به اونها برساند. حتی اگر اونها آدمی رو میکشتند جزای اونها مرگ نبود. یعنی سید بودن، سید خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه بودن، نه تنها علی ولی از فاطمه بودن و از امام حسن و امام حسین، سید حسنی و حسینی، جایگاه بسیار بسیار برجسته در تاریخ داشته. سید علوی یعنی اونهایی که از همسران دیگر علی ابن ابی طالب به دنیا آمدن، اونها جایگاه پایین تری داشتن. در میان اهل سنت به سیدها شریف میگویند. به همین دلیل هم در سال 1920-21 پس از شکست عثمانی، فروپاشی دولت عثمانی، دولت بریتانیا که یک کتاز خاورمیانه شده بود، دو فرزند شریف مکه رو، شریف کعبه رو، اینجا شریف در اینجا از خاندان علوی است، از بنی هاشم است، دو فرزند رو که هر دو بنی هاشم بودن، یکی رو آورد، هر دو هم به این معنا سید بودن، یکی رو آورد و پادشاه دولت بریتانیا، یکی رو پادشاه عراق کرد، خاندان پادشاهی عراق رو آغاز کردند و دیگری رو به اردن بردند و خاندان هاشمی اردن رو آغاز کردند. هنوز هم نام هاشمی بر خاندان پادشاهی اردن هست. البته پادشاه هاشمی عراق در کودتای عبدالکریم قاسم کشته شد و پادشاهی در عراق به پایان رسید. اما اینها رو میگفتن شریف مکه یا شریف کعبه. در واقع اینها هم سید بودن، منتها سید علوی بودن، سید حقیقی اونگونه که شیعیان میگویند نبودن. به همین دلیل هم شیعیان نجف، رهبران شیعه نجف و کاظمین و کربلا و عتبات روی هم رفته شورش کردند در برابر این گزینشی که دولت بریتانیا برای اونها پدیدار ساخته بود، یعنی نپذیرفتند و ماجرا به جای بسیار باریکی رسید و کسانی کشته شدند و برخی از روحانیان برجسته، مجتهدان درجه اول عراق به ایران تبعید شدند و سرانجام هم دولت ایران، دولت رضاشاه، دولت پادشاهی عراق رو به رسمیت شناخت و این آخوندهای تبعید شده از ایران که از جمله آدمهایی مانند اصفهانی و ناینی از شمار اونها بودن، دو برجسته‌ترین روحانی که در اون زمان مجتهدان برجسته عراق بودند، اینها به عراق بازگشتند. سید ابوالحسن آست ابوالحسن اصفهانی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی که در تمام در درازای پادشاهی رضا شاه بزرگترین مرجع تقلید شیعیان به شمار می آمد و به راستی باید گفت که به گونه‌ای پادشاهی رضا شاه در پناه او بود، از اون از پادشاهی رضا شاه پشتیبانی کرد، اجازه نمیداد شورشی در برابر این پادشاهی شکل بگیرد. او و برجسترین، نام‌آورترین روحانی شیعی ایران، آقای حائری یزدی، حاج عبدالکریم حائری یزدی، سید نبود، معروف به سید نبود، اینها پذیرفته بودند که نباید کاری بکنند که ایران به مسیر ترکیه برود و حکومت جمهوری به وجود بیاید و با دین با حکومت به راستی در بیفتد. این است که با پادشاهی رضا شاه تا حدودی مدارا کردند، مدارا کردند، نپذیرفتند ولی مدارا کردند. بازگردم به تاریخ. در دوران عباسی خلفای عباسی آمدند و
کوشش کردن یک سر و سامانی به این داستان سید ها بدهند، شریف و سید. آمدند یک تشکیلاتی رو ایجاد کردند، تشکیلاتی که روشن نیست تا چه اندازه درست بوده باشد، ولی بر روی تشکیلاتی رو آغاز کردند و این آدمی رو انتخاب کردند، یک شخصی رو برگزیدند به نام نقیب الاشراف. این آدم نقیب اشراف، اشراف در اینجا جمع شریف است، یعنی شریف یعنی سیدها. نقیب الاشراف انتخاب کردند چون سیدها بنا بود اشراف عرب باشند. در درون ساختار ایلیاتی و عشیره عرب، قریش که پیامبر اسلام از میان اونها برخواسته بود جایگاه ویژه‌ای داشت و بنا بود که قریش، در قرآن هم آمده، قریش برتر از دیگر عرب ها باشد. و در درون قریش خاندان بنی هاشم جایگاه ویژه‌ای داشت، خاندان بنی امیه با اونها رقابت میکرد، ولی این اشراف یا شریف ها یا سید ها از خاندان بنی هاشم بودند. عباسیان هم از همین خاندان بودند، یعنی خاندان بنی امیه که واژگون شد به یاری ایرانیان، خاندان بنی عباس که بر سر کار آمد خلافت عباسی، اینها هاشمی بودند. یعنی اینها خودشون رو از همین خاندان سیدهای هاشمی علوی می دانستند و از همین رو هم هست که ایرانیان شیعی با اونها، از اونها جانبداری می کردند. این خاندان عباسی، خلفای عباسی آمدن نقیب الاشراف به وجود آوردن، یعنی آدم ها رو شناسایی می کردند، کوشش می کردند که بدانند چه کسانی به راستی سید و هاشمی و علوی هستند و چه کسانی نیستند، به ویژه از این روی که در میان هاشمیان و به ویژه علویان و شیعیان اینها دارای یک حقوق ویژه بودند، یعنی بنا بود بخش از سهم امام یا خمس از آن این آدم ها بشود. بنابراین سید بودن و میبخشید شناسایی شدن به عنوان سید جایگاه برجسته‌ای در اون دوران داشت. اما در همین دوران هم میدانیم که دروغ پردازی و تاریخ سازی روان بود و بسیاری کسانی که هیچ روشن نبود چگونه به چنین جایگاهی رسیدن، از راه این نقیب الاشراف و دستگاه اونها به عنوان شریف یا به عنوان سید یا علوی شناخته می شدند. به دروغ هم در تاریخ‌های شیعی آمده است که این اولاد پیامبر، سیدها، مورد آزار دیگران بودند، در حالی که دولت عباسی آدم تعیین کرده بود که اینها را شناسایی کنه و برای اینها جایگاه ویژه‌ای قائل بشود. و چنین هم بود. اما پس از مرگ امام حسن عسکری و ماجرای امام ناپیدا که این رشته خاندانی گسسته شد، این تاریخ سازی، سادات سازی و سید سازی به یک بازار تبدیل شد. چون تا اون زمان روشن بود که فرزندان امامان چه کسانی هستند. می دانیم که علی ابن ابی طالب به اونجایی که در تاریخ آمده با فاطمه دختر پیامبر اسلام ازدواج کرد، دو فرزند از او داشت و فرزند پسر، البته فرزندان دختر هم سیده هستند اما دارای جایگاه پایین تری هستند در این سلسله مراتب. اما دو فرزند پسر، حسن و حسین، حسین در کربلا کشته شد بر پایه داستان ها و تاریخ هایی که آمده است، و روشن است که از امام حسن و امام حسین فرزندانی به جای ماند و اینا در تاریخ ها آمده. برخی از اینها حتی شورش کردند، برخی از همین بازماندگان امام حسن و امام حسین شورش کردند در برابر دولت اموی، برخی حتی توانستند به قدرت برسند، توانستن دولت به وجود بیاورند یا در گوشه‌ای به قدرت برسند. اما به هر روی تا زمان امام حسن عسکری
دست کم روی هم رفته شجره این خاندان روشن است. چه کسانی از این خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه پدیدار شدند. حالا از فرزندان دیگر، از سه پسر دیگر، یا دست کم سه پسر دیگر علی ابن ابی طالب هم دیگران سیدهای غیر حقیقی بودند، علوی بودند، ولی سید حقیقی از دیدگاه شیعیان نبودند. از میانه سده سوم، سوم پس از هجرت پیامبر اسلام، این ماجرای سیدسازی بالا گرفت، به یک دکان تبدیل شد. خیلی ها برای خودشون تاریخ نامه درست کردند، شجره درست کردند، و این تا دوران قاجار هم دوام داشت. جالب اینجاست که در دوره صفوی که آمدند و تشکیلاتی به وجود آوردند در دوران صفوی که سیدها رو به جایگاه برجسته‌ای برسانند و اونها رو در هر شهری در کنار کلانتر به یک جایگاه ویژه‌ای برسانند، برای خود دولت صفوی هم، شاهان صفوی هم تاریخ درست کردند، تاریخ نوشتند و پیشینه اینها رو به امام جعفر صادق، امام موسی کاظم یا حتی به علی ابن ابی طالب رساندن، در حالی که نیای اینها، نیای خاندان صفوی، یک کرد اهل سنت بود که به آذربایجان کوچیده بود. شیخ صفی الدین اردبیلی هیچگاه در هیچ سندی در دوران درازای زندگی خودش و در پیرامون اون دوران از او به نام سید نام برده نشده. هیچ کس در تاریخ نگفته که شیخ صفی الدین اردبیلی سید اولاد پیغمبر بوده. آدمی بود اهل سنت، شافعی مذهب، و نوادگان او هستند که شیعی شدند، و سپس همین نوادگان هم هیچگاه نمی گفتند ما سید هستیم. تا دوران پادشاهی شاه اسماعیل و حتی تا پایان دوران شاه اسماعیل ما نشانی از این نمی بینیم که کسانی آمده باشند و نوشته باشند که این خاندان سید اولاد پیغمبر باشد. اما این رو ساختند، دولت صفوی، شیعیان سادات شدند، برای اونها تاریخ درست کردند، اینها رو رساندند به، گمان میکنم، امام موسی کاظم، و به این ترتیب یه شجره نامه‌ای برای اینها درست کردند و برای دیگران هم. در دوره قاجار همین کار رو کردند. جالب اینجاست که در درون دولت قاجار آدم‌هایی بودند از خاندان قاجار اما سید هم بودند. اینکه چگونه شما میتوانید هم قاجار باشید هم سید باشید، مانند آن دسته های ترکمنی است که سید در میان خودشون داشتن و این سیدها جایگاه برجسته‌ای داشتن. حالا چگونه ممکن است در میان ترکمن ها از آسیای مرکزی عده‌ای از نوادگان پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب و فاطمه شده باشند؟ این دیگر از اسراری است که تنها اونها میدانند و خداوندشان. اما به هر روی اینها رو درست کردن. این سید سازی یک دکان سیاسی و دکان مالی شد برای خیلی ها، درآمد داشت. یک نمونه ای از این رو اجازه بدهید از تاریخ قم من برای شما یاد کنم. کتابی است به نام تاریخ قم که در این کتاب بسیار بسیار جالب آمده. تا نشان بدهیم، بخوام به شما نشان بدهم که این سید بودن چه جایگاهی در جامعه داشته. یعنی شما اگر هم کارهایی میکردید که با دین همسو نبوده اما سید بودن شما رو میرهانده. این در تاریخ قم آمده که حسین ابن حسن ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل فرزند امام جعفر صادق، ببینید، حسن ابن حسین ابن حسن ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل ابن جعفر صادق، این اسماعیل فرزند جعفر صادق کسی است که بنا بوده جانشین امام جعفر صادق بشود. امام جعفر صادق گفته او
درگذشته و فرزند دیگر رو به جای او نشانده. بسیاری از پیروان اسماعیل گفتن که نه، او نمرده و اوست که در واقع جانشین امام جعفر صادق است. به این ترتیب شاخه اسماعیلی هفت امامی به وجود آمده. حالا یکی از این فرزندان این امام هفتم اسماعیلیان، یعنی حسین ابن حسن ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل علیه السلام، این در قم علناً میگساری میکرد. این تاریخ قم آمده و از این گونه حرکات باکی نداشت. روزی وی به خانه احمد ابن اسحاق اشعری که مسئول اوقاف قم و شیعان معتبر و آبرومند در درگاه امام عسکری علیه السلام بود رفت. احمد او را اجازه ورود به خانه خیش نداد. خب نگاه کنید، 1, 2, 3, 4, 5 نوه پنجم امام جعفر صادق از فرزند او اسماعیل میگسار بوده در قم، شراب میخورده، باکی هم نداشته. یک روز رفته به خانه کسی که از یاران امام یازدهم بوده. این که درست یا نادرست کار ندارم، من دارم تاریخ رو برای شما از تاریخ قم میخوانم تا بدانی که تا چه اندازه برای ما تاریخ ساختن و برای ما ارزش فراهم کردند. ارزش‌های نادرست، شرابخوری بناست که در میان شیعیان و مسلمانان کار نادرستی باشد. دست کم شرابخوری آشکار، میگوید علناً میگساری میکرد و باکی نداشت. این آدم میرود به خانه احمد نامی، احمد ابن اسحاق اشعری، از آدم های نزدیک به امام حسن عسکری امام یازدهم، کسی است که بناس امام دوازدهم امام ناپیدا فرزند او بوده باشد که میدانیم فرزندی نداشته، اما به هر روی میپذیریم بر پایه داستان های شیعی. او مسئول اوقاف قم بوده، یعنی اوقاف قم که باید سهم امام و خمس میان سادات پخش میکرده، این آدم احمد ابن حسن احمد ابن اسحاق اشعری همه کاری این اوقاف بوده. آدم بسیار بسیار توانایی بنابراین بوده و از شیعان معتبر و آبرومند در درگاه امام عسکری علیه السلام. احمد اجازه ورود به خانه خیش نداد و سید دل شکسته بازگشت. خب اینو داشته باشید. این احمد ابن اسحاق اشعری که آدمی بوده آبرومند و رئیس اوقاف، شریف همه شیعان قم به شمار می آمده، اوقاف قم رو تقسیم می کرده میان آخوندها، میان سادات. این نواده امام جعفر صادق رو که میگساری میکرده آشکارا به خانش راه نداده. در همون سال همین احمد اشعری، احمد ابن اسحاق اشعری میرود به مکه، میرود حاجی میشود و سپس از مکه میرود به سامرا، چون امام حسن عسکری در سامره بوده، سر من را، اونجایی که شهر تازهی رو خلیفه درست کرده بوده از هنگام امام دهم، پدر امام حسن عسکری او را آورده بوده با عزت و احترام به این شهر و این شهر در واقع پایگاه نظامی خلیفه بوده سامرا و شهر زیبایی هم بوده در کنار دجله، نزدیک دجله. برای دیدن امام حسن عسکری این احمد اشعری همه کاره شیعان قم، رئیس اوقاف قم که نوه امام جعفر صادق رو به دلیل میگساری به خانش راه نداده، میرود به حج، از اونجا میرود به سامره دیدن امام شیعان امام حسن عسکری.
چون به درب خانه رسید حضرت او را اجازه ورود نداد. یعنی امام حسن عسکری به این احمدی که رئیس شیعیان قم هست در ایران، در اون هنگام دو سه شهر بیشتر نبوده که شیعه نشین بوده، و این احمد جای بسیار مهمی داشت، این احمد ابن اسحاق عسکری، این آدمی بوده که رئیس شیعیان قم به شمار می آمده و رئیس اوقاف قم بوده، این رو امام حسن عسکری به خانش راه نداده، برای اینکه گناه بزرگی مرتکب شده این مرد. چه گناهی مرتکب شده؟ احمد آنقدر به درب خانه گریه و لابه نمود تا بالاخره حضرت او را اجازه داد. چون وارد شد عرض کرد: یا ابن رسول الله، چرا مرا اذن ندادی؟ مگر نه من همان احمد ابن اسحاقم که از موالیان و ارادت کیشان شما باشم؟ حضرت فرمود: آری، ولی پسر عم ما را از در خیش براندی. ببینید، پسر عمش که همین میخار و میگساری بوده که در قم آشکارا می مینوشیده، که البته از دیدگاه من هیچ کار نادرستی نیست، من همچنین کاری را انجام میدم، اما از دیدگاه شیعیان در قم این ابن عم او، پسر عم او کار خلافی کرده بوده، و این احمد ابن اسحاق اشعری او رو به دلیل باور مذهبی به خانه راه نداده. امام حسن عسکری گفته: آقا تو کی هستی که سید اولاد پیغمبر او رو به خانه راه ندهی؟ مهم نیست که این میگساری میکرده، این سیده، چون سیده تو باید با او رفتار دیگری میکردی. من نمیدانم این داستان تا چه اندازه درست باشد، شاید نادرست باشد، احتمال زیاد هم نادرسته ساختند، اما مهم اینجاست که در این آیین، در این نگاه تاریخی، در این تبعیضی که در تاریخ وجود داشته و وجود دارد و در امروز جامعه ما هم پذیرفته شده است، سید دارای چنان جایگاهی بوده که این سید اگر 5 نسل پس از امام جعفر صادق آشکارا در قم میگساری میکرده و باکی هم نداشته، اگر کلیددار موقوفات قم این آدم رو به خانش راه نداده، امام حسن عسکری این آدم رو به خانش راه نمیده. چرا؟ چون این سید اولاد پیغمبره، هر کاری میتواند بکند. ما در تاریخ ها صدها نمونه داریم که آدم هایی که به نام سید نام‌آور شده بودند دست به جنایات زدند، آدم کشتند. این رو در تاریخ مدرن ایران سراغ داریم، در روزگاری که در روزنامه ها هست، در اسناد هست، که آدم هایی که سید بودند و دست به کارهای ناشایست زدند به زندان نیفتادند، مجازات ندیدند، چون سید اولاد پیغمبر بودند. همین است که احمد کسروی میگوید به آدمی کاغذ داده بودن، چون این سیده از هر کاری میتوانست بکند، پول از مردم میگرفت، شلاق مردم میزد، شمشیر به روی مردم میکشید و از این راه زندگی میکرد، به اینها میگفتن سید. و این نمونهی که در تاریخ قوم آمده بسیار بسیار مهمه. امام حسن عسکری، امام شیعیان، جانشین پیامبر اسلام از دیدگاه شیعه، گفته مردک تو ممکن است بزرگ شیعیان قوم باشی، ممکن است پسر عم من شرابخوار و پایمال کننده دین باشه، اما سیده، چون سید هست تو باید با او رفتار دیگری میکردی. و این جایگاه سیدی در تاریخ ایرانه، و این داستان سازی ها و سید سازی ها و امامزاده سازی ها رو من در چند برنامه آینده پیگیری خواهم کرد، که به شما نشان بدهم که تا چه اندازه بر پایه این افسانه ها مردم رو فریب دادند و تاریخ ساختند. اما اونگونه که در برنامه هفته گذشته درباره احادیث و روایات با شما در میان نهادم،
بگذاریم که تمام این داستان سید سازی ها برمیگرد به یک حدیث نبوی، به یک حدیث نبوی که در داستان های تاریخی به نام حدیث دو گنج معروف است، که پیامبر اسلام گفته از من برای شما مسلمانان دو گنج به جای مانده، گنج نخست قرآن است و گنج دوم خاندان من است. شما اگر این دو گنج رو بپذیرید هیچگاه روی بد نخواهید دید. این رو شیعیان ساختند. از شمار اون حدیث های نبوی است که فقیهان شیعی درست کردند. چرا اون رو درست کردند؟ برای اینکه بگویند عمر و عثمان و ابوبکر که از خاندان پیامبر نبودند اینها رو بگذارید کنار، باید علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین و امامان رو بپذیرید. از اون پس هم آنهایی که به جای ماندن سیدها هستند و این سیدها کسانی هستند که خمس به اونها تعلق میگیره. این سهم امامی که شما شیعیان باید بپردازید، این سهم امام یا خمس، خمس نیمی از اون سهم امام است. سهم امام به کی به چه کسی پرداخته می شود؟ به سادات، به سیدها. و این است که بسیاری از این آخوندها خودشون رو سید اعلام کردند، عمامه سیاه به سر می‌ذاشتند، برای خودشون شجره درست کردند، تاریخ ساختند و این تاریخ سازی ها بیشترش در سامرا ساخته شده، یعنی در اونجا سند درست می‌کردند و سندهای از این دست که اشاره کردم که در تاریخ قوم آمده. این نمونه ها در درازای تاریخ کم نیست، اما اینها در جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران داشتند و در دوران جمهوری اسلامی جایگاه اونها به بالاترین جایگاه رسیده، از آقای خمینی تا جانشین او آقای خامنه‌ای تا دیگر کسانی که سید امام سیاه هستند و اینها دارای جایگاه برجسته‌ای هستند و افسون بر این شمار روزافسون امامزاده ها و سیدها در ایران. ببینید شما اگر دکتر هستید و به شما میگویند دکتر فلان، به شما میگویند مهندس بهمان، پروفسور علی، پروفسور حسین، پروفسور اکبر، پروفسور جمشید، مهندس ابراهیم، هرچی، شما رفتید درس خواندید، کار کردید، سرهنگ شدید، سرتیپ شدید، مهندس شدید، دکتر شدید، چشم پزشک شدید، دندان پزشک شدید، این عنوان‌ها عنوان‌های شایسته شماست. این عنوان‌ها جایگاه شما رو در میان دیگر مردم به عنوان آدمی که در این رشته دارای جایگاهی هست برجسته می‌کنه. حالا کسانی ممکن است نخواهند از این نام‌ها استفاده کنند، ولی به هر روی کسی که رفته و دکترای حقوق گرفته، دکترای تاریخ گرفته، دکترا در پزشکی گرفته، این آدم حق دارد از این عنوان بهره بگیرد. بگوید بنده دکتر روان پزشک هستم، دکتر دندان پزشک هستم، درس خواندم، زحمت کشیدم، هزینه پرداختم و پزشک شدم، من دکتر هستم. دکتر محمد مصدق دکترای حقوق گرفته بود از خارج از ایران، نخستین دکترای حقوق بیرون از ایران رو داشت و بسیاری دیگه از پزشکانی دکترهایی که در ایران بودن. مصدق پزشک نبود ولی دیگران دکتر پزشک بودند. دکتر اقبال، دکتر آذر، اینها دکتر بودند از پاریس. هر دوی اینها هم از یک دانشگاه در پاریس دکترا گرفته بودند، دکتر اقبال و دکتر آذر. ولی سید بودن زحمتی برای گرفتن اون کسی به خرج نداده، تبعیضی است نهادینه شده در تاریخ، اون هم به ویژه سید طباطبایی، سید از مادر و پدر، و برخی سید طباطبایی قمقمه هستند، یعنی قومی هستند، مادر و پدر هر دو از قمند، هم سیدن هم هر دو سیدن، مادر و پدر. خب اینها داستان سازی است، اینها تبعیض برای مردم فراهم کردن است. شما گیرم که از فلان خانواده بوده باشید که میدانم نیستید، چرا که بسیاری از این تاریخ سازی ها دروغ است. این همه دگرگون شدن جامعه، این همه هجوم
نیروهای مختلف به کشور ما که در 11 برنامه من به اون پرداختم، نیروهای خارجی، نیروهای بیرون از فلات ایران که به ایران تاختن، همه اینها این خلوص سیدی رو در درون خودشون حفظ کردند. پس چرا این همه شریف و میر و بیک در میان ترکان هست؟ ترکانی که پاشون به این سرزمینی که بنا بوده پیامبر اسلام از اونجا برخواسته بوده نرسیدند. نرسیده، اینها بیک شدند. یعنی سید اولاد پیغمبر شدند. حالا بیک رو در جایی به عنوان سید استفاده می کنند، در جایی به عنوان دیگر میر. این واژه میر هم از همین جاست. میر حسین موسوی یعنی از لحاظ مادری سید بوده. خب اینها رو در تاریخ ساختن برای تبلیغ، برای اینکه نشان بدهند یک گروهی در جامعه ما به عنوان بازماندگان پیامبر اسلام، بازماندگان علی ابن ابی طالب، بازماندگان خاندان فاطمه و امام حسن و امام حسین دارای جایگاه بسیار ویژه‌ای در تاریخ هستند و برای اینها حقوقی قائل شدند، به اینها امکان میدادند، اینها توانایی های می داشتند که دیگران نمی داشتند. در دوران صفوی نه تنها برای صفویان تاریخ ساختند، بلکه برای این آدم ها در هر شهری یک رئیس سادات برگزیدند. در هر گوش و کنار ایران در دوره قاجار، در دوره ناصرالدین شاه رئیس سادات وجود می داشت. یک آدمی در هر شهری رئیس سیدهای اون شهر بود و این رئیس سادات زورش به حاکم هم می رسید. یعنی حاکم نمی توانست آدمی رو که رئیس سادات شفاعت میکنه کاری با او بکنه. بنابراین درآمد داشت، موقعیت سیاسی داشت سید بودن، فقط لقب نبود. من در هفته آینده، در برنامه آینده به درازا درباره سید سازی و ماجرای سید شدن و درباره پاره از سیدهای دروغین در تاریخ ایران با شما گفتگو خواهم کرد. تا هفته آینده، روز روزگار و شما خوش باشید.